بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و بسیار سپاسگزار از اینکه پذیرای ما در خانه‌تون هستید متشکرم از اینکه ابتدا که شبکه نور رو تماشا میکنید و باز هم سپاسگزارم که برای پنجره رو می‌بینید هم که میدونید برای پنجره برنامه‌ای هست که به از آیات قرآن کریم آیاتی رو انتخاب میکنیم که اصطلاحا من بهش میگم آیات انسان ساز به مسائل مختلف زندگی میپردازیم هفته قبل سوره النساء رو شروع کردیم از ابتدا از ابتدای این سری برنامه از سوره البقره در واقع شروع کردیم و رسیدیم به الان سوره النساء هفته قبل اشاره به چند چرا ما هفته قبل دارم میگم چون مرتبط است به موضوعی که این هفته آیه که این هفته میخوایم چیز کنیم تقدیم حضورتون بکنیم همینطور که میدونید سوره سوره النساء هست و خیلی هم جالبه که ما سوره رجال نداریم با توجه به اینکه این درجه اهمیتی است که دین اسلام به بانوان و زنان نشون میده و در موارد بسیار زیادی میتونیم که این رو تأکید کنیم روش که دین اسلام یکی از آینها یکی از قوانین قوانین است که حق حقوق زنان رو به بسیار اهمیت داده شده بهش در قوانین اسلامی برخلاف آن که تبلیغ میشه علیه دین اسلام و یک اسلام فوبیایی که شکل گرفته و علیه دین اسلام به مواردی از جمله حقوق بانوان چیز میکنند اشاره میکنند و با شرخوندن و پیچوندن و حذف کردن و بولد کردن بخشهایی از آیات و احادیث رو و گزینشی انتخاب کردن و تقطی کردن به مسائلی بپردازن که به زعم خودشون حقوق بانوان در دین اسلام زیر پا گذاشته میشه در, صورتی که کاملا عکس این ماجراست و تأکیدهایی که در دین اسلام برای حقوق بانوان و حقوق زنان شده بسیار زیاده و عدم اطلاع دقیق از این ماجرا باعث شده که اونهایی که علیه اسلام شمشیر بستند این رو در واقع بذارن توی بوق و قرنا و تبلیغات علش ایجاد بکنن و پروپاگاندای عجیب غریب رو ایجاد بکنن البته ناگفته نماند که حرکت هایی که متاسفانه یا رفتار هایی که متاسفانه بسیاری از مسلمان ها در کشورهای مختلف انجام میدند هم بی تأثیر نبوده تو این قضیه اگرچه که در قوانین علوم اجتماعی اینگونه است که اگر میخواهید دینی یا قانونی یا یک گروهی رو بشناسید بهترین حالتش اینه که برید و مطالبی که دستوراتی که اون قانون اون مذهب اون روش اون گروه ارائه میکنه اون مطالب رو ازشون بگیرید مطالعه کنید و ببینید که درستش کدومه در... آیا این چیزی که میبینید که مسلمان ها دارن انجام میدند اسلامه یا اون آنچه که در کتب اسلامی در دستورات قرآن در آیات قرآن در دستورات رسول الله علیه صلی و سلام هستش کدوم ترجیح میدید آیا واقعیت اسلام اگه بخوایم بشناسیم یا واقعیت هر دین یا مذهب یا عقیده ای رو بخوایم بشناسیم باید برگردیم به قوانین و دستورات اون دین این اتفاق در دین اسلام نمیفته چون که متاسفانه ضعفی است که در کشورهای اسلامی برای تبلیغ دینشون دارند و از اون طرف هم قدرتی است که معاندین دین دین اسلام در دستشون دارند اون قدرت تبلیغاتی که در اختیار دارند در این جهان و این باعث میشه که کفه کاملا معکوس جلوه بده وظیفه ماها اینه که این دستورات رو بشناسیم خودمون اجراش بکنیم و به جهان بفهمانیم که دین اسلام اینه نه آنچه که علیهش تبلیغ میشه و ضدش گفته میشه خب همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم که ما یک سوره داریم به اسم سوره النسا بانوان و این جزء در واقع ارزش هایی است که حتی در نهادن اسم سوره اسم یک سوره در قرآن کریم هم به بانوان چیز شده قطعا میدانید که ما این افتخار رو داریم که اولین مسلمان با زن بوده یکی از بانوان بوده یعنی حضرت خدیجه رضی الله عنها و اولین شهید بانو بوده سمیه و رضی الله عنها ما در طول تاریخ اسلام وقتی نگاه میکنیم چهره های این چنینی و برتر از دین از بانوان مسلمان داریم و همیشه بانوان پرچمدار بخش های مختلفی از قوانین اسلامی بودند هیچگاه هیچگاه علیه بانوان در قوانین اسلامی حرفی زده نشده گفته ای نیست تمامی به زرس قاطع من میتونم بگم که تمامی قوانین اسلامی برای حمایت از بانوان هستش و هفته گذشته هم ما در مورد حمایت مالی از بانوان آیاتش آیات رو در سوره اننسا خوندیم چون سوره اننسا هستش آی این هفته آیه 19 این سوره رو براتون انتخاب کردم که باز هم در ادامه ماجرای حمایت از بانوان هستش آیه 19 سوره اننسا با هم دیگه میخونیم من صفحه لپتاپ رو که شما هم بتونید همراه من آیه رو ببینید البته کل آیه مد نظر نیست نقطه شاهدش رو خدمتون عرض خواهم کرد اما آیه رو با هم میخونیم و تا برسیم به اون نقطه شاهد رو ببینید که چگونه نگاه دین اسلام به بانوان و حمایت ازشون چگونه هستش خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید پس مورد خطاب کسانی است که ایمان به الله رو دارند لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها حلال نیست حلال نیست یعنی حرام مگه این کارو بکنید لا یحل لکم حلال نیست بر شما انترس و نسا اکرها که با از بانوان به کره ارس ببرید این برمیگرده به موضوع برنامه نیست این ولی بذارید همین رو هم اشاره بکنم من لا یحل لکم ان ترسون کرها این برمیگرده به یکی از عادت هایی که در دوران قبل از اسلام در عربستان بوده و در بسیاری از باورهای قبل از اسلام در کشورهای دیگه هم متاسفانه این گونه ظلم به حقوق بانوان بوده که اینجا دفاع میشه از این و این گونه بوده که در دوران قبل از اسلام وقتی بانوی وقتی بانوی شوهرش شوهر را دست میداده کسی که ارث میبرده از میراث بر در واقع اون مردی که فوت شده مثلا حالا اگه پدری فوت می شده پسرش مثلا پسرش ارسیه رو می برده این بانو هم جزء ارسیه محسوب می شده می تصمیم بگیره که این خانم یعنی همسر پدرش کالا چگونه یا به ازدواج خودش در می اومده می تصمیم بگیره به ازدواج خودم در بیا یعنی کسی که همسرش بوده و یا مهریش رو ازش میگرفته و رهاش میکرده که هر کس دیگه یا بدون ازدواج تا آخر عمر بمونه یا تصمیم میگرفته که به هر به کسی دیگری از بخواد باش ازدواج بکنه مهریهشو رو بهش بر بگیره ازش بگیره یک جوری مثل کالا بهش نگاه میشده و ارسیه رو اینگونه در واقع بانوان رو در قبل از اسلام اینگونه گونه میدیدن اگر بر بگردید به فرهنگ هایی که در جان وجود داره و تر تاریخ نگاه بکنید این گونه نگاه کالایی به بانوان متاسفانه در بسیاری از آد... فرهنگ های جهان وجود داشته و دین اسلام بوده که به ذرس قاطع جلو اینو قضیه رو میگیره به بانوان ارج و قرب میده جایگاه خاصی براشون ایجاد میکنه و اون جاهلیت رو از بین میبره یکیش هم اینجاست که به مؤمنان میگه شما این عادت رو دیگه نباد داشته باشید و اجازه ندارید که به بانوان به شکل کالا ارث ازشون ببرید یا مهریهشون رو بگیرید به خودتون اختصاص بدین در ادامه آیه در واقع همین سه بخشی که خدمتون عرض کردم رو به تفکیک الله متعال اشاره میکنه که این کارا رو نباید بکنید ولا تعدلوهن لتذهبوا بعد ما اتيتموهن و رهاشون نکنید وقتی که باشون ازدواج میکنید به ای که هیچ ارتباطی باشون نداشته باشید و بی اعتنا بکنید تعاملتون رو مثلا به زور با یکی ازدواج ازدواج کنید بعد اون خانم رو رها بکنید یا به مسلحت بیای باش ازدواج بکنید بعد رهاش بکنید این اجازه رو نمیدی وقتی که ازدواج شکل میگیره وقتی شما با یکی ازدواج میکنید وظیفت اینه که همراهش باشی وظیفت اینه که هم ارتباط صمیمی باش داشته باشی ترکش نکنی رهاش نکنی الا ان یاتینا به مبینه مگر اینکه یک زنای ارتباطات نامشروعی رو ازش به چشم بخوره بازه با مبینه تاکید روش شده یعنی اگر به عینه به دلیل با شاهد نه که کسی تهمت بهش بزنه بر شما مبرهن بشه که دست به کار خطای این چنین زده اونگونه است که میتونید حالا ترکش بکنید یا رهاش بکنید و در واقع عکس العمل عکس در مقابل رفتار ناشایستی که ازش دیده شده این رفتار طبیعی است این عکس طبیعی به نظر میاد مورد شاهد ما از اینجا شروع میشه و عاشروهن بالمعروف یعنی با محبت با مهربانی به معروف یعنی به بهترین شکل با محبت با عشق با مهر باهاشون رفتار بکنید عاشروهن معاشرتتون با همسرانتون با معروف باشه با بهترین چیزی که ممکن هست که عشق و محبت همراهش باشه فا نه اگر از چیزی از رفتاری از در همسرتون از ظاهرش از رفتاری ازش از اخلاقی درش خوشتون نمیاد این رو این عامل دور شدن ازش نباشه وقتی همسری رو گزینش کردید وقتی انتخاب کردید و وقتی رفتید برای ازدواج باش باش ازدواج کردید شما مکلف به رفتار صحیح باشد. باش هستید به بهترین شکل باش برخورد بکنید به بهترین شکل باش تعامل داشته باشید عشق و مهر و محبتتون نسبت بهش باید وجود داشته باشه نه کره و دوری و الله متعال میگه اگر شما رفتاری رو درش دیدید که خوشتون نمیاد یا اخلاقی رو درش دیدید که خوشتون نمیاد در ادامه میگه فعسا ان تکره شیئا و الله فيه خيرا كثيرا این کرهی که این ناخوشایندی ناخ... که در شما وجود میاد نباید باعث دور شدن ازش باشه چون قطعا اون خیر زیادی درش هست اون همسر که شما میتونید به بخش در واقع اون قسمت اون شکل مثلا اون قیافه ناخوشایندی که حالا به ذهنتون میاد یا اون رفتاری که ازش میبینید رو میتونه پوشش بده به دلیل اینکه شما نمیتونید تشخیص بدید که چه جوهری رو در اختیار گرفتید چه امتیازی رو الله متعال به شما داده با این ازدواجی که شکل گرفته و همسرتون به این ببینید قطعا چون اشاره این, این،, این شکل برخورد تأکیدش بر مردان هست در, در رابطه با, با همسرشون با, با زنشون این به این دلیل است که این ظلم و این خشونت و این رفتار ناخوشایند از مرد احتمالش بیشتره که بر بیاد در برابر به خاطر ظاهر خشن به خاطرش و تأکید و برای حمایت از بانو بانوان این حکم این دستور این و نبل بالمعروف اشاره به رفتار مرد با زن هست ببینید برای حمایت از زن هست در صورت اینکه این رفتار این تعامل در زندگی مشترک دو طرف است. یعنی باید زن هم همین گونه برخورد بکنه اما چرا تو این آیه این گونه روی بانوان هست همونطور که خدمتون ارز کردم چون دین اسلام به شکل ویژه نگاه خاص داره برای حمایت از بانوان همونطور در قسمت قبلم هم خدمتون عرض کردم حمایت مالی که در اون آیه اشاره شده بود که چگونه اجازه ندارید محریه رو مهریه که به همسرتون قرار اختیار میدید اون مایملک خودش هست میتونه دراش تصمیم بگیره شما اجازه ندارید به هر بهونه ای اون رو پرداخت نکنید یا ازش بگیرید یا جایی دیگه مصرف بکنید اون برای خودش هست و اون میتونه تصمیم بگیره که چطور برخورد بکنه شاید بخواد تجارت بکنه شاید بخواد به اون مهریه ف... یک فعالیت تجاری رو شروع بکنه مستقل هست در این قضیه این اجازه رو در هفته قبل گفتیم یکی از حمایت‌های مالی که در واقع دین اسلام برای باروان در نظر گرفته بود رو بهش اشاره کردیم الان در مورد در این آیه سوره 19 تأکید دین تأکید قرآن و تأکید آیات الهی بر این است که حمایت معنوی و رفتاری هم باید داشته باشه حتی اگر چون انسان دیگه حتی اگر شما ازدواج کردید و متوجه شدید که یک رفتار مثلا یک رفتاری در همسرتون هست که خوشتون نمیاد با طبع شما نمیخوره یا در زیباییش مثلا آنچه که مد آنچه که مد نظرتون هست نیست یک بخشی مثلا از چهره همسرتون رو خوشتون نمیاد اگرچه که این ماجرا دو طرف است ها. یعنی ممکنه برای زن هم در مقابل مرد هم همین ها رفتار رو باد بکنه اما برای تأکید بر اینکه این رفتار خشن از طرف این بی محبتی از طرف مرد اتفاق نیفته تأکید و حمایت شامل بانوان باشد به دلیل اینکه به لحاظ فیزیکی به لحاظ شخصیتی مظلوم تر هستند ظریفتر هستند نیاز به محبت بیشتری دارند نیاز به حمایت بیشتری دارند آیت قرآن تاکیدش بر این هست که از سوی مرد مرد رو دستور بده که به, به حمایت از زن در شکل های مختلف بپردازه مالی شو خدمتون عرض کردم هفته های هفته گذشته و امروز در مورد رفتار مهربانانه و عاشقانه در واقع تاکید میکنه این رمز طلایی زندگی مشترک که امروز موضوع برنامه‌مون هست دوستان در تا فرمان هم زیر خواهند کرد مطمئنا این نکته طلایی در زندگی زناشویی همینه این رابطه دو سویه ای که با مهر و محبت شکل میگیره بذارید چون به قبل از اینکه به شکل زناش به شکل رابطه به این نکته طلایی که در زندگی زناشون یعنی یک رابطه دو طرفه در واقع بپردازیم بتون با تاکید بر اینکه دین اسلام چگونه برای حمایت از بانوان اشاره های مختلف در آیات و احادیث هستش بذارید به چند مورد بپردازیم ما در سوره البقره آیه 288 باز هم به همین رفتار چیز به همین رفتار همراه با محبت و مهر و معروف باز هم تأکید شده روی اینکه بذارید آیه رو با هم ببینیم در آیه 288 ببینید این بخشش رو و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و حق بانوان به همون اندازه است که برای ش... علیهشون هست یعنی شما اون این چیزی که اون محبتی که از بانوان میخواید نسبت به شما داشته باشد همون رو باید شما هم در واقع داشته باشید نسبت به بانوان نگذارید که این یک طرفه نیست و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف هر حقوقی رو که اون بر علیه اونا هست یعنی از اونا انتظار دارید از بانوان انتظار دارید همون هم بر برای اونها هم هستش یک له و علی هست یعنی برایشون هست علیشون هم هست بر شما همون چیزی که علیه شما هست برای شما هم هست یک رفتار دو طرف است که باز در این آیه تاکید روی تعامل با در واقع بانوان هستش باز روی در آیه در سوره البقره سوره آیه 187 باز اشاره به شکل دیگری از این رفتار هست از این تعامل دو طرفه و حفظ در واقع این حفظ این ارتباط صمیمی بین زن و مرد در زندگی زناشویی که امروز ما میخوایم نکات نکته طلاییش رو بهش برسیم یا همون معاشرت به معروف در این آیه اشاره میکنه به هن لباس لکم و انتم لباسون لهن زنان مثل لباس شما هستند و شما لباس اونها لباس چیکار میکنه؟ لباس پوشش میده لباس حمایت میکنه لباس از سرما و گرما حفظ میکنه ببینید چقدر این تشبیه زندگی زناشویی به شکل لباس و اینکه شما لباس همسرانتون هستید همسرانتون لباس شما بین مرد و زن اینگونه باید رفتار باشه رفتاری که تأکید میکنه دین اسلام برش یک میان برنامه هم آماده کردیم اگر موافق باشید باز تأکید بر همین موضوع هستش و اینکه چگونه این آین همسرداری یا رفتار یک زن و شوهر با چگونه باشه خصوصا با تاکید بر اینکه بانوان نیاز به حمایت بیشتری دارن به خاطر شرایط فطری که دارن از در مورد با توجه به این حساسیتی که دارن با توجه به ضعف جسمانی که درشون هست با توجه به لطافت طبعی که در وجودشون هست تأکید فراوان شده بر این قضیه اگر میان برام آماده است ما میان برای اول رو ببینیم که روی همین آین همسرداری صحبت شده و بعد برمیگردیم من یه سری آیات و آدیس دیگری رو آماده کردم براتون در همین مورد تقدیم حضورتون میکنیم و با هم گفته خواهیم کرد چطور به خانمم عشق بورزم بدون هیچ گونه ترس واهمه و خجالتی به او بگویید که دوستش دارید مهم نیست که در دوران عقد و نامزدی به سر میبرید یا مدت هاست از که ازدواج کرده اید در هر دورانی که هستید لازم است به همسرتان بگویید که حقیقتا دوستش دارید به همین منظور لازم است برای اینکه جملات صادقانه شما باور پذیر شود بدون هیچ گونه ترس خجالت و غرور توری رفتار کنید که او این دوست داشتن را احساس کند عشقتان را به همسرتان ثابت کنید از این ویژگی مردانه خود مدد بگیرید و پس از کشف نیازهای واقعی همسرتان در رفع آنها بکوشید دقت کنید در بسیاری از موارد این نیازها مادی نیستند مراقبت کردن از زنی که او را دوست دارید مهمترین نیازی است که احساسات زن را ارضا می کند اگر همسرتان احساس کند شما همواره و تحت هر شرایطی مراقب او هستید برایش نگران می شوید و همه سعی و تلاشتان را به کار می برید تا او را از هر آسیبی محافظت کنید اگر احساس کند به او توجه دارید و او را به حال خود رها نمی کنید و نسبت به اتفاقات پیرامون او بی تفاوت نیستید آن وقت است که میتواند عشق شما را باور کند و زیباترین بخش احساسات خود را با شما شریک شود. بله ببینید این, این مشارکت حس محبت نیاز به رفتار رفتارهای ما داره این نکته طلایی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم این محبتی که قرار هست بین طرفین اتفاق بیفته برای که زندگی زناشوی شکل بهتری بگیره عناصر متفاوت مختلفی درش وجود داره که ما باید به تک تک اونا سعی میکنیم تا حد امکان که برنامه وقت برنامه اجازه بده با همدیگه ببینیم و در واقع مطالعه چیز گفتگو کنیم در موردش میخوام در همین موردی که خدمتون عرض کردم یعنی تأکید دین اسلام بر در این بر ارتباط صحیح و مهر و محبتی که نیاز هست با همسران داشته باشیم خصوصا حالا این دو طرف است خصوصا مردان نسبت به خانم ها رو در احادیث, احادیث هم دنبال بکنیم یک حدیث از آیشه رضی الله عنها هستش که اینگونه گونه تأکید میکنن روی, روی این از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی بهترین های شما بهترین انسان ها بهترین شما بهترین شما نسبت به اهلش هست و اینجا منظور بیشتر همسر هست و در ادامه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و انا خیرکم لاهلی و من بهترین شما نسبت به اهلم و خانوادم بودم که در واقع در سردمدار این اهل همسران هستند ابتدا اهل انسان ابتدا ترینش در یک زندگی مشترک همسر انسان هست بعدش میره سراغ فرزندان و والدین در واقع و بعد حالا ارتباط با ارتباط های نسبی و سببی که وجود داره پس ببینید تاکید رسول الله علیه السلام باز با این تأکید که خ... بهترین شما وقتی میگه به رسول الله صلی الله علیه و بهترین... بهترین شما کسی است که با رفتارش با خانوادهش بهتر باشه خانوادهش بگن این بهترینه برای ما وقتی این این رو با پیامبر مهر بهترین روش میزنه یعنی تاکید دین اسلام اینگونه است برای رفتار انسان با یا آقایون بیشتر با خانم هاشون و یا همسران با هم دیگه. یا ما یکی از چیز، یکی از جایگاههایی که، توصیه های خیلی ریز و دقیقی رسول الله علیه و السلام به مسلمانان میکنند به مؤمنان میکنند و سال برای اینکه این باقی میمونه بعدها و به تکرار و با تاکید روی این قضیه در که حتما میدونید در حجت الوداست. است حجت الودا حالا قطعا ازش شنیدید تنها حج حجی است که رسول الله علیه السلام و سلام انجام میدن در طول زندگیشون و آخرین و آخرین حج رسول الله علیه و سلام بوده که بعدش فوت میکنند صلی الله علیه و علی و علیه و, سلم و در اون چیز در اون حجت الودا از تمامی مسلمانان حالا میشه گفت 80-90 درصد جمعیت مسلمانانی که اون روز در جهان اسلام زندگی میکردن در اون تجمع در اون روز حجت الودا در اون روز عرفه که رسول الله علیه صدت و خطبه حجت الودا رو میخونند در اون روز عرفه حضور داشتند از جاهای مختلف جمعیت به وفور و به همین خاطر برای اینکه این سخنان رسول الله صلی الله علیه و برسه تمهیداتی رو میبینند چون اون زمان بلنگویی نبوده چند نفر از اصحاب بر تعداد زیادی اه اه زین اسب رو میذارن تا جایی که حالا یادم هست بر حال پایه هایی رو ایجاد میکنند اصحاب بر روی اون میرن خود پیامبر برای یک بلندی و چیز میشه میستن و سکویی درست میشه برای این قضیه در همون صحرای عرفه و خطبه رو که میخوندن هر جمله رو که میگفتن مکس میکردن در جهت های مختلف که اصحاب وایستده بودن تکرار میکردن دقیقا همون متن رو برای اینکه اون گروهی که فاصله دارن از جمعیت زیادی که اون موقع بوده فاصله داشتن ممکن بوده این خطبه رو نشنوند با تأکید اون خطبه رو در جهت های مختلف اصحاب تکرار میکردن و در واقع حالت بلنگو رو ایجاد میکردن برای اینکه بتونن این خطبه مهم رو که در واقع جمعیت واقعی اون زمان جهان اسلام حضور داشتن در اون حج و رو به عنوان آخرین توصیه های رسول الله علیه صلی اللہ تأکید با تأکید درش هست این خطبه حجت الودا رو, رو پیشنهاد میدم حتما با فرصت بکنید بشینید بخونید ترجمهش رو و نکات بسیار دقیقی توش هست که یکیش رو من امروز انتخاب کردم هیچ توصیه برای توصیه برای رفتار با آقایون نمیشه اما توصیه برای رفتار درست با بانوان میشه همینطور که خدمتون ارز کردم بانوان به دلیل شرایطی که دارند نیاز به حمایت بیشتری دارند نسبت به آقایون و شاید به دلیل اینکه آقایون ظالمانه تر برخورد میکنند نیاز هست که از بانوان حمایت بیشتری بشه و این کار در دین اسلام به دقت شده در حجت الودا رسول الله صلی الله علیه و این گونه در خطبهشون از باروان میگن اتق الله فی النساء اتق الله فی النساء از از اینکه به زنان ظلم بکنید یا حمایتشون نکنید یا حقشون پایمال پای بشه از خدا پریز کنید اتقوا الله بپرهیزید از اینکه ظلمی به بانوان وارد بشه یا ظلمی براشون انجام بشه یا حقشون خورده بشه یا بهشون زور گفته بشه یا هر چیز دیگری تأکید بسیار برای حمایت بانوان در خطبه حجت الودا فانهن عوان عندكم نیاز به حمایت شما دارند نیاز به کمک شما دارند بانوان اخستموهن به امانت الله شما با امانت الله ازشون از الله به شکل امانت در اختیار شما قرار داده شما وقتی که با یک بانو عقد میکنید ازدواج میکنید مانند این است که به امانت گرفتید اونو و استحللتم فروجهن به کلمت الله و اجازه ارتباط جنسی باش داشت دارید با کلمه الله ببینید در هر رابطه‌ای که با بین زن و مرد ایجاد میشه مرد رو با قسم به الله در واقع این 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 شکل رابطه رو شکل ارتباط رو ببینید چگونه رسول الله علیه و السلام تاکید میکنه که این با تقوای الله هست این با امانت الله هست این کلمه کلمه الله هست بانو رو داره میگه همسرتون زنتون برای که باید تأکید بکنه که این ظلم نباید بش بشه و ادامه هم حقوقی که بر علیش هست و لهن علیکم رزقهن نه و کسوتهن بالمعروف بر شما وظیفتون اینه که روزیشون یعنی امکانات زندگی یک امکانات مناسب زندگی حالا هر چیزی که شما اسمشو بذارید خونه نمیدونم امکاناتی که بتونه باش غذا پوشش اینا همش میشه رزق این که در واقع کفالتش بر شماست شما باید رو بدی و کسوتهن نبل معروف و تأکید بر پوشش هم شده اینجا پس این نگاهی که نگاهی که اسلام داره اینه که مرد وظیفش اینه که حامی تامل اختیار بانوش باشه و حفاظت, حفاظت کامل از همسرانشون با همسراشون باید انجام بدن خب این تأکیدات چگونه میتونه در جهان غیر اسلامی بیاد علیه بانوان صحبت بشه و بگن که مسلمانان دین اسلام قوانینش علیه بانوان هست حالا این بخشی از من گزینه هایی را از جای مختلف آوردم گزینش کردم چهار تا پنج تا شو که شما از آیات و احادیث اسلامی متوجه بشید که چگونه است این ارتباط این نگاه اه دین اسلام برای حمایت از بانوان چگونه است گفته های بسیاری یعنی آیات بسیاری از در های مختلف میشه به, ت... به... به... به, وفور آیه آورد که شما ببینید چگونه مورد حمایت قرار میگیره در احکام اسلامی در قوانین اسلام ولی بعد علیهش چیز میشه صحبت میشه که هیچ چیزی جز اناد و دشمنی علیه اسلام پشت این قضیه نافته نیست و پروپاگاندایی است که متاسفانه بوغرنا دستشونه و تبلیغات برای علی اسلام رو از این طریق استفاده میکنن و متاسفانه موفق هم شدن که حتی در جهان اسلام بتونن اینو گسترش بدن و نگاه مسلمانان رو هم به این سمت ببرن که اسلام دینی است که بر علیه زنان ظلم میکنه و بخشش هم همونطور که در ابتدای صحبتتون عرض کردم برمیگرده به متاسفانه به رفتار نامناسبی که برخلاف دستورات اسلام مسلمانان بر علیه بانوان انجام دادن این توصیه اتق الله فی النساء رو خیلی از مسلمان ها فراموش کردند و به همین خاطر الان در جهان غیر اسلامی علیه اسلام این شعار داده میشه که حقوق زنان در دین اسلام پایمال میشه حالا در بحث امروز ما این ارتباط این نکته طلایی یک ارتباط دو است که هر دو طرف باید انجام بدن نمیدونم این دوربین فعال هست یا نه هر دو طرف بتونن ارتباط بگیرن با هم دیگه و در واقع این, تو این, توس این توصیه ارتباطی بین دو بین بله متشکرم فرمان من فکر کنم بیننده خسته شدن از این زاویه دیدن منو فقط این توصیه ای که در واقع دین اسلام به با از آقایون رو نسبت به بانوان میکنه تاکید میکنه روش بخش اعظمش به خاطر همون هست که خدمتون رو عرض کردم اینی که مورد ظلم قرار نگیرن و آقایون آمادگی این ظلم کردن رو دارن به دلیل شرایط, شرایط فیزیکی و جایگاهی که دارند و در واقع اینی که باید روز اون کفالت بانوان رو به عده دارند ممکنه این این ظلم بیشتر احتمال داره ازشون بر, بخوره به همین خاطر توصیه به مردها علیه بانوان به, به نفع بانوان میشه ولی در واقع نکته طلایی یک زندگی زناشویی اینه که این ارتباط دو است با هر دو باید رفتارهایی رو بکنند که این صمیمیت این محبت این عشقی که نکته طلایی زندگی زناشویی است وجود داشته باشه برای این مسئله حالا در علم روانشناسی من امروز توی گفتگوهای توی در واقع مطالبی که میگشتم برای موضوع برنامه صحبتهایی رو از دکتر هولاکویی که حتما میشناسینشون از روانشناسانی هستن که حالا من به نکته نظراتشون اختلاف نظری که خودم و با ایشون در بخشی از گفت نظراتشون دارم دلیل بری نمیشه که بخش هایی که مورد اعتماد هست برای بنده رو نیام و اینجا نگم اینه که میشنویم توصیه های بسیار دقیقی رو بر اساس مطالعاتی که دارن در اساس در واقع بلاحظ شغلی چون روانشناس روانشناس هستن و بیشتر تخصصشون روی همین روابط انسانی و مسائل خانوادگی هستش سخنانی رو در همین موضوع برنامه و این نکته طلایی که در واقع در زندگی زناشویی با اتفاق بیفته به نکاتی اشاره میکنند که بسیار در یک سخنرانی که گزینه ای رو از اون انتخاب کردیم تا حدی که برنامه وقت برنامه اجازه بده با هم دیگه اگر موافق باشید صحبت های دکتر هولاکوی رو میشنویم ازش پندهای لازم رو میگیریم و با هم دیگه باز گفتگو خواهیم کرد ببینیم بشنویم با کسی ازدواج کنید به خاطر اینکه حالا بتونید درستون رو بخونید مگر اینکه این ماجرای خواندن درس شما در حقیقت بودن شما که او این بودن رو میخواد نه اینکه شما چون درستون نخوندید یا امریکا نتونستید بیاید یا دنبال بچه میگردید یا میخواید فقط یک کسی باشه که از شما مواظبت و مراقبت کنه دنبال یک کسی میگردید شما در این صورت آدما براتون وسیلن آدم‌ها برای رفع احتیاجتون هستن بنابراین اگر یک کسی دیگه پیدا بشه که احتیاج شما رو برآورده کنه میرید سراغ اون اگر این آدم نتونه احتیاجات شما رو برآورده کنه ولش می‌کنید اگر شما اون احتیاجات نش بشید با اون کاری ندارید من با تو ازدواج کردم برای که بیام امریکا. من با تو ازدواج کردم برای که درسمو بخونم من با تو ازدواج کردم برای که بچه‌هام داشته باشم حالا داره برو بری برو چون این کار بسیار خطرناکه شما فکر میکنید از آدم دارید استفاده میکنید خبر ندارید این شمایید که ازتون استفاده و سو استفاده شده بنابراین شماره شش شما این است که همسرتون برای شما هدفن نه وسیله شماره هفت شما در دنیای زندگی میکنید که صد در صد شما و وجود شما و تعهد شماست به عشقتون به ازدواجتون به خانوادتون 100% ازدواج 99 درصدی ما نداریم ازدواج 99 درصدی نداریم اگر شما راجع به ازدواج صحبت میکنید ازدواج 100 درصدی ازدواج 100 درصد هم یعنی این پنجوز وجود شما تو پنجوز وجود اون آدمه یعنی تنها شکلی که انسان رو به سلامتی و خوشبختی میرسونه زن و است که این گونه این اینکه من ب... خانوادم برام مطرحن کارم برام مهمه مدرسم برام مهمه اینا در حقیقت جدا شدنه و دیر یا زود این سیستم در دنیای امروز اصلا پاشیده میشه سیستمی که توی هم اینچنین گره نخورده و اجزایش هم دیگر نگه نمیدارن تا زمانی که هست بدست و غلط وقتی هم که به هم میریزه شما رو بیشتر از هم میپاشون بله بخشای مختلف داره حالا این یه رو دیدید که شنیدید ببینید رفتارها باید کاملا حساب شده و دقیق باشه منی که یک زندگی مشترک رو شروع میکنم از اون ابتدا میدانم که ببینید دو, دو نفر با هم تصمیم میگیرن زیر یک سقف زندگی بکنند یک آقا و یک خانم این دو تحت هر شرایطی اگر بهترین حالت ممکن هم نگاه کنیم یعنی شما با تمام روند انتخاب صحیح رو این خانم با آقا طی کردند شناخت کافی نسبت به هم پیدا کردند از رفتارهای از نمیدونم از خانواده از نمیدونم اون گزینه اون،, اون مسائلی که ما برای انتخاب اون در مرحله انتخاب اون چیز رو اون در واقع شناختی که لازمه شناخت اولیه رو پیدا میکنیم بعد ازدواج شکل میگیره بعد از اینکه ازدواج اتفاق میفته شناخت این دوتا نسبت به هم بیشتر میشه چون میان یک زندگی مشترک رو شکل میدن این شناخت افزایش پیدا میکنه و چه بسا بخشی از رفتارهای طرفین خوشایند اون یکی نمیشه من از یک چیز اون خوشم نمیاد که نمیدانستم این رفتار درش هست از نمیدونم نمیدانستم که مثلا توی خواب خورخور میکنه فرزن نمیدانستم که مثلا وقتی راه میره حالا چی بگم یه بخشی از پاش مثلا میلنگیده و من متوجه نشدم خب حالا من ها رو همینجوری اشوایی دارم میگم بدون چیز ببینید ناگذیر این اتفاق نمیشه گفت که این اتفاق نمیافتد که وقتی دو نفر با هم زندگی رو تشکیل میدن همه چیزشون پرفکت همه چیزشون مثل هم باشه امکان نداره دو نفر اینگونه باشند حتما اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها وجود داره بین دو نفر این غیر ممکنه در خلقت انسان ها وجود نه امکان نداره وجود داشته باشه اینجاست که اتفاق اون نقطه طلایه باد بیاد پیش اون چیزی که اسلام میگه هن نه لکم هن لکن به هن میبینید تأکیده بر این که مثل لباس باید باشید اینجاست که شکل میگیره نباید ای به همدیگر گفت بگیم نه پوششی بر اون عیب باشیم برخلافی که این اتفاق میفته نباید همدیگر رو نش... با گفتگو میتونیم خیلی از اختلاف نظرها رو کنار... کنار بذاریم خیلی رو حل بکنیم با گذشت میشه خیلی از اتفاقاتی که میفته و ناخوشاینده برای من با گذشت میشه رفش کرد همه ای اینها نش... نشعت گرفته است چیه از اینکه ای تفاهمه وجود داشته باشه این رفتار دو من و همسرم زن و شوهرش شوهر و ب... نسبت به زنش فقط با همین محبت اتفاق میفته اینگونه است که این نکات طلایی رو باید ما داشته باشیم یعنی بدانیم حالا دکتر اولاکوری به بخشش اشاره کردن باید بدانیم که تو رفتارمون نسبت به همدیگه نسبت به بچهمون این تعامل دو طرف است که ما باید یاد بگیریم که بلاز اجتماعی بلاز قوانینی که برسیم به همون و آشروه و معروفی که قرآن میگه این معروفی که قرآن میگه باید کشف بشه هر چیزی که عقل سلیم میگه این درسته گذشت و محبت و صبر و امید و خیلی از این مسائل موارد اخلاقی هست که ما باید در مقابل شخص در واقع زندگی در زندگی مشترکمون نسبت به همسرمون داشته باشیم نسبت به شریک زندگیمون داشته باشیم تا بهش برسیم خب صحبت های دکتر هلاکوئی نصفمون بقیهش دوباره گوش میدیم ببینیم چه چیزهایی میتونیم ازش بگیریم بنابراین تو رابطه شما وقتی قرار میگی تو ازدواج وقتی هستید تو 100% ما 99% نداریم شما نمیتونین پشت فرمون بشین بگید من هر صد دقیقه ای که رانندگی کنم یا هر صد ساعت ایران کنم یه دقیقه هم چشمامو هم بسته رانندگی میکنم کار بد براتون دارم دیر یا زود سرد از قبر در میاد چخی هم نداره عشق دنیای امروز ازدواج دنیای امروز ایتس 100% کامیتمنت فینیش شما قراره حس و احساسی رو که همسرتون دارید رو کوشش کنید حس کنید و احساس کنید من نمونه با بچه ها میگم من میرم بالای سرشون یا برخ از وقت دیدم که حتی اذیت میشن از نگاهی که بهشون میکنم به دلیل اینکه وقتی شما به کسی که دوستش دارید و براتون معنی داره نگاه میکنید حتی میدونید امروز میگن اگر پنج تا ده دقیقه به چشمش نگاه کنید کاملا حال متفاوت و منقلبی پیدا میکنید بهش نگاه کنید، چون کنید اون حس و احساس رو در خودتون به وجود یعنی اون حرارت رو و اون حال رو بنابراین شما قرار اون حس و احساس رو مثلا اون زمانی که همسرتون رو آنگونه که هست به خاطر حرفی که میزنه به خاطر کاری که میکنه به خاطر احساس خوبی که حالا حتی میتونه به خاطر رنگی باشه یا شرایطی باشه یا حالی باشه یا لبخندی باشه که نسبت به شما داره شما قرار این حال رو حس کنید ولی مهمترش ابراز مختلف و متفاوتش شما قرار این حس و احساس رو ابراز کنید به گونه های مختلف زبونی هست با نوازش هست با نگاه هست با ستایشش هست حتی با تلفن کردن از دفتر که یادت باشه کسی اینجا تو رو دوست داره و فقط همین حتی فرستادن یک کارت به همون خونه خودتون که باز میکنه از شماست یه نامه اومده گذاشتن یادداشت رو میز و رفتن یه چیزی رو روی مثلا آینه نوشتن یعنی احساس و عشقی است که اون زمانی که حس میکنید ابرازش کنید خانما تو این زمینه خیلی خوبن آقایون قربونشون برم وحشتناک بدن برخی از وقت وقتی به آقای میگفتم آیا به زنت میگی که دوستش داریم خب آقای دکتر میدونه از کجا میدونه آقا سی ساله مثل سگ ما داریم می میدویم گفتم پس اون این باید فکر همه سگای خیابونم اونو دوست دارم در اینکه سگ میدوه یعنی چی بعد این زبون صاحب چرا نمیگه خب آقای دکتر ما اهل این لوس نیستیم لوس بنجا بود خانم سر کلاس من گفت که من 28 ساله با شوهرم ازدواج کردم به شوهرم برگشتم گفتم که 28 ساله با تو ازدواج کردم حداقل یه دفعه بگو منو دوست داری گفت ببین خانم 28 سال قبل گفتم دوستت دارم این نظرم از شروع بهت میگفتم <applause> وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن مسئولیت ها نصف نمیشه کارا ممکنه نصف بشه یا تقسیم بشه که بعدم بهش میرسم خود اونم یه مسئله است ولی مسئولیت مال هر دو شوز. این نکته مهمه 100% it's your responsibility مثل اینکه فرض بفرمایید از مدرسه برای بچه چهار سالتون تلفن کنن که به همسرتون یا به شما فرق نمی به شما تلفن کنن بگن که پسر چهار سالت که قرار بوده ساعت سه برش دارن الان سه و نیمه در گریه میکنه در مدرسه شما بگید نوبت وزی... مسئولیت همسرم هم بود برش داره با... میاد حتما یا بهش بگید زنگ بزنید به اون شما اولین حرفتون است که بذارید من با پسرم صحبت کنم و دلداری و امیدواری که پسرم قربونت برم من دارم میام بعدم پامیش میریم بعدم بستنی میخوریم بعدم این کار اون کار میکنیم که اون خوشحال راحت بشه من دارم میام و بعدم التماس به اون آدم که خواهش ازتون میکنم که پلوی پسر من باشید من دارم میام هر کاری هم دارید میزه زمین بیرید چما نمیتونید رو برای مسئولیت صحبت کنید که مسئولیت من نبود نوبت من نبود ما نوبت داریم تو زندگی زناشویی صد درصد مسئولیت مال شماست مسئله مسئولیت چیزی نیست که مال اونه مال من نیست بنابراین 100% شما مسئول هستید همه ما نقاط ضعف داریم همه ما همه ما یه جامون ایبا ایراد داریم همه ما اینجامون یه خالیه اونجامون یه کجیه سر مسئله درس مشکل داریم سر مدرکمون داریم سر لاغریمون داریم هیچ کسی نیست که یه عالم نقطه ضعف نداشته باشه وظیفه و مسئولیت شما اینه که از جنبه های زریف، لطیف، حساس، آسیب پذیر، شکننده همسرتون شما و مراقبت کنید به مجردی یعنی که توی مهمونی بحث است درباره مدرک تحصیلی و شما میدونید همسرتون اینجا اذیت میشه شما با زیرکی و زرنگی موضوع رو با دوست کنید یعنی شما وظیفه محافظت و مراقبت شما باید مواظبت مراقبت کنید. شما میدونید همسرتون حساس نسبت به سنش. سن نه اینکه درست یا غلط. اصلا بحثون نیست. شما تمام نیروتون رو به کار میبرید که از این حساسیت که فعلا و همچنان وجود داره شما مواظبت مراقبت کنید. من اینقدر آدما رو دیدم که در خلوت و تنهایی تو کار تراپی تمام حرفشون بودی که فلانی ما تو هر مهمونی که میریم بالاخره همسرم یه جوری من رو جلو بقیه خراب میکنه یه چیزی میگه که میدونه من حساسم یه مسئله رو مطرح میکنه که منو آتیش میزنه حتی شما میدونید بالاتر از اون شما حق ندارید شما حق ندارید هیچ وقت همسرتون جلو هیچ کسی ازش انتقاد کنی خب نکات بسیاری هست که حالا این،, این, اشاره هایی که دکتر حالا کرد من سه تا سه تا که الان کرد من خدمتتون عرض میکنم یکی تأکید بسیار بر ابراز کردن عشق این خیلی ما ضعف داریم خصوصا آقایون ابراز کردن عشق رو باید حتما به بهانه های مختلف اینو این این محبته رو باید بگید باید بیانش بکنید باید ارائش بکنید نباید فکر کنی که من همسرم رو دوست دارم خب و دوست دارم تموم شد دیگه لال من باید اون باید بدون من دوستش دارم و اونم همچنان از طرف دو طرف در واقع اینو باید به هم دیگه بگن این تعامل این, ت... این گفتنه این ابرازش باعث میشه که وجودش همیشه باشه نباید خ... خاموشش بکنیم فکر بکنیم که خب ما میدونیم همدیگه رو دوست داریم لازم نیست بگیم نه لازم هست بگیم برای اینکه هی شعلش رو بیشتر بکنیم و خاموش نشه یه دومیش که اشاره کردن مسئولیت پذیری هستش ما نسبت به همدیگه مسئولیم من نسبت به همسرم و همسر نسبت به من همه ما همسران در زندگی مشترکشون نسبت به همه همدیگر مسئولند مسئولند یعنی چی؟ یعنی همون شکلی که گفتم خدمتون که در آیه قرآن میگه هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن آیه سوره بقره رو یادمون نره ببینید آیه 187 سوره بقره به،, به وضوح به وضوح با دقت الله متعال میفرمایند ببینید هن لباس لکم و انتم لباس لهن اونا لباس شما هستن شما هم لباس اونها توی موضوع بعدی هم همین نکته ضعف همه ز... هم... انسان ها همونطور که خدمتتون عرض کردم نکات ضعف دارند این نکات ضعف رو به روی همدیگه نیاریم باید حفظش بکنیم نه اینکه روش ب... رو... رو بکنیم با سعی کنیم مراقبت بکنیم از نکات ضعف همسرمون پوشش بدیم نذاریم دیگران متوجهش بشن نه اینکه خودمونم ابرازش بکنیم این هم جزئی ای از نکات طلایی زندگی مشترکه نکته طلایی زندگی مشترک همان چیزی است که در آیه 19 سوره النساء بهش اشاره شده اگرچه به آقایون در مقابل خانم‌ها گفته شده ولی این یک ارتباط دو طرف است و عاشروهن بالمعروف ببینید و عاشروهن بالمعروف با بهترین شکل ممکن معروف یعنی اند خوبی ها بهترین حالت ممکن که محبت و مهر و مسئولیت پذیری و هر چیزی که فکر میکنید خوبه باید در رفتارتون با معاشرتتون با همسرانتون ارائه بکنید هر چیز خوبی که ممکن است بعد اشاره میکنه به همین چیزی که الان از یک روانشناس شنیدیم دیگه با علم رسیدن به این الله متعال این این علم رو در, در آیات قرآن به ما گفته و این کره اگر یک نقطه ضعفی درش دیدید که خوشتون نمیاد ببینید در انسان ها وجود داره ف این کره اگر دیدید که یک نقطه ضعفی درش هست ادامش چی میگه؟ الله متعال میگه اینو نذارید پای صدها امتیازی که درش هست فعسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فی خیرا کثیرا شما یه نقطه ضعف رو میبینید و برافروخته میشید این چیه چرا اینجوریه چرا در صورتی که اون همسر شما نقاط قوت بسیاری داره که خیری در... خیر کثیری درش هست که شما باید اونا رو ببینید نقطه طلایی زندگی مشترکی که امروز ما میخواستیم از این آیه تقدیم زودتون بکنیم همینه با همدیگر رو خوب بشناسیم نکات ضعفمون رو بارز نکنیم و به نکات قوتی که در شخصیت دو طرف وجود داره ببینیم و علل خصوص آقایون نسبت به خانما همونطور که الله متعال تاکید کرده فکر کنم به بله یک دقم گذشت از برنامه خیلی خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید این نکات رو که امروز خدمتون عرض کردیم سعی بکنیم از آیات قرآن داریم میگیم. نکات انسان که از زندگیمون رو داریم در واقع سعی میکنیم از قرآن بگیریم و حفظش بکنیم در رفتارامون امیدوارم که مرتوجیتون قرار گرفته باشه امیدوارم که بتونیم در زندگیمون مراعات بکنیم و ما رو از دای خیرتون بی‌نصیب نکنید تا دیدار دیگه الله یار و نگهدارتون باشه O <tripe>